سلام علیکم تماشابینان عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار است از تلویزیون بدخشان در استودیو نجیبه رحیموه. در دایره دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان، واردات محصولات سوزشواری به شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان در فصل زمستان ادامه دارد. از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی به ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان 130 تن انگشت سنگ جهت به مشکلی پس سر نمودن زمستان وارد گردیده با 650 اویلای کمبیزات ناحیه رایگان تقسیم کرده شده و ساکنان جماعت های دهات با نرخ دسترس و سودا برآورده شد. گزارش همکاران ما پیگیر این موضوع. با مقصد به اعتدال آوردن نرخ فروش انگشت در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و تامین طلبات اهالی ولایت با انگشت در دوره زمستان سالهای 2021-2022 با دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 800 تن محصولات سوخت و سوز وارد گردید. در اساس دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان، از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی به ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان 130 تن انگشت سنگ وارد گردید. چون ناحیه مرغاب دوردسترین ناحیه در جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، در فصل زمستان حرارت هوا تا 40 درجه خنک می‌شود، باشندگان ناحیه به مواد سوخت و سوز از هر وقته دیده بیشتر احتیاج دارند. این را به عنوان گرفته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی به ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان 130 تن انگشت سنگ جهت به مشکلی پس سر نمودن زمستان جدا نموده با 650 اویلای کمبیزات ناحیه مواد انگشت سنگ رایگان تقسیم کرده شد و به ساکنان جماعت های دهات با نرخ دسترس به سودا برآورده شد. در حدود نوه این پیزو یو داز 15 عدد ناخوی فروش انگشت سنگ موجود بود. انگشت سنگ برای اهالی پتام جماعت های دوردسترین دسترس گردیده استفاده است. اون باشد با بار دویم است که بارو با سپورش رو باید جمهوری تاجیکستان از جمله بود از گروه پیشوای مغز ملت کمک های برای اولوی نیازمند وارد کردیده است. امروز با حدود نواز یودا از 130 تن انگشتان با سپورش رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی وارد گردیده با 650 اویلای کمبیزات به طریق بیپول دسترس گردانیده شد. سوکران نوه از این دستگیروه پرسته رو باید و پیشو مغزن ملت مندوری خشفو بیان دوشکا سوست پیشگرفته رو باید دولت رو خمجون پر دستگیری میده باید. ساکنان ناحیه بلنکوی مرغاب امکانیت پیدا نمودند برای پس سر نمودن روزهای خنک فصل زمستان مقدار معین انگشت را با نرخ دسترس خریداری نمایند. هر یک ساکن ناحیه از اقدام نیک و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان روح بلند گردیده به حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی برای دستگیری پیوسته جهت به اعتدال آوردن نرخ فروش انگشت در بازارهای حدودی ناحیه و تامین طلبات اهالی با انگشت سنگ عرض سپاس و مینداری به پایان خود را بیان نمودند. مینداری خود را به رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی بیان می‌نمایم که برای ساکنان ناحیه مرغاب انگشت سنگ را با نرخ ارزان دسترس نمودند. چنین کمک از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به ناحیه مرغاب جهت تامین اهالی ناحیه با محصولات سوخت و سوز مرحله دوم بوده، ساکنان ناحیه را روح بلند می نماید. باید گفت که ناحیه مرغاب همچون یک گوشه دوردسترین ولایت همیشه زیر توجه بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در جلسه نزد معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئله های آمادگی با 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تامینات ولایت قانون، طرح‌ریزی نقشه‌چاربینی ها برای برگزاری آزمون و برنامه های فرهنگی و ورزشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شدند. در جلسه معاونان رئیس ولایت نمایندگان اداره و مؤسسه ها شرکت نموده، میرزازاده نظام یوسفی معاون اول رئیس ولایت حاضرین را با رزنامه جلسه آشنا نمود. قید گردید که در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان وابسته به آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تاکیدات مخصوص روانه گردیده یک قطار سپارشات داده شدند. قید گردید که در جمهوری سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام گردیده در ولایت مختار کوهستان بدخشان
بدخشان تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی رواج می‌یابند. همچنین آید اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره وصل کامراهای مشاهده‌ای در تمام اداره و مؤسسه‌های جمهوری معاون یکم رئیس ولایت ابراز نظر کرده تاکید داشت که در این راستا گروه مخصوص کاری با جلب متخصصان کسبی تشکیل شده نظارت در اداره و مؤسسه‌های حدود شهر خوروق پرزور کرده شود. وابسته به پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها گفته شد که با تشبث نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت واخوری‌ها با ساکنان محله‌ها دایر شده تاکید رفت که من بعد نیز کارهای فهماندهی در این سمت بیشتر براه مانده شود. از مدیر شعبه کار با زنان و اویلای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت دعوت گردید که صحبت‌های مفید با ساکنان منطقه‌های رشتقلای شغنون هرچی بیشتر براه مانده شود و از مشکلات ساکنان پرسان شوند. همچنین ترغیب هنر و هنرمندی در بین زنان و دختران بیشتر گذرانیده شود. میرزازاده نظام یوسفی معاون اولی رئیس ولایت به انتظام مهنت کارمندان اداره و مؤسسه های ولایت دقت مخصوص روانه نموده در این جاده سپارش داد تا سنجش ها از جانب مسئولین منتظم گذرانیده شوند. کارمندان مرکز سلامتی شهر خوروق در ملاقات با نمایندگان رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت دایر به نقطه‌های اساسی پیام پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مبادله افکار نمودند. در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آمده است که طی 30 سال استقلال دولتی جهت بهتر نمودن سالمی ساکنان کشور و به راه ماندن فعالیت ثمرابخش حفظ اجتماعی اهالی اصولهای معاصر تشخیص و طبابت راه اندازی گردیده نیروی ذهنی صحا و انفراساختار مؤسسه های طبی و حفظ اجتماعی تحکیم و توصیه پیدا کرد. سردار شعبه تشخیص اکسپرتی کریمینالیستی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت موسازاده رفشان مزبود در صحبت با طبیبان مرکز سلامتی شهر خوروق عرض داشت که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به ساحه تندرستی توجه خاص ظاهر کرده شد و رشد ساحه تندرستی و حفظ سالمی اهالی که یکی از بخش های مهم باشد مین بعد نیز همچون سمت افضلیت نوک سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان باقی میماند. طی 30 سال استقلال دولتی جهت بهتر نمودن سالمی ساکنان کشور و برون ماندن فعالیت ثمرابخش حفظ اجتماعی اهالی اصولهای مؤثر تشخیص و طبابت راه اندازی گردیده نیروی ذهنی صحا و انفراستراکچر مؤسسه های طبی و حفظ اجتماعی تحکیم و توصیه پیدا کرد. حالا در کشور 4700 مؤسسه طبی با 78800 کارمند فعالیت دارد. در پیام سالانه پیشوای ملت بار دیگر تاکید نمود که برای حل دو مسئله مهمترین ساحه تندرستی تیار کردن کادرهای بلند اختصاص از جمله متخصصان بیماری های سرایتی، ویروس شناس ها و رشد صناعت داروسازی باید تدبیرهای جدی و قطعی اندیشیده شوند. امروز در بسیار کشورهای دنیا موج نوی بیماری سرایتی کووید 19 و فوت آدمان ادامه دارد. بنابراین به مردم کشور مراجعه کرده می شود که گرچنده این بیماری در کشور ما نیست، ساکنان مملکت باید بی‌پروا نباشند و فارغ بالی راه ندهند و این مسئله را حظ نشمارند. برعکس باید هوشیار و احتیاطکار باشند و مسئولیت و توصیه متخصصان و طبیبان را رعایت نمایند. کارمندان شرکت موبیلی میگافون در ولایت مختار کوهستان بدخشان در ملاقات با نمایندگان رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت فکر و ملاحظه های خود را دایر به نقطه های اساسی پیام پیشوای ملت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و راه های تطبیق بند های آن بیان نمودند. پیشوای ملت در پیام خیش در رابطه با پیشرفت تکنولوژی موثر و افزایش به سابقه شماره استفاده برندگان شبکه اینترنتی در کشور یادآوری نموده اظهار داشتند که اگر شما برای مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277000 نفر را تشکیل کرده باشد، پس در سال 2021 این شماره به 8 میلیون نفر رسیده است. صدار شعبه تشخیص اکسپرتی کریمینالیستی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت موسازاده روشن مزبود در صحبت با کارمندان شرکت میگافون بیان داشت که با مقصد افزایش جایهای نوی کاری و بلند برداشتن صفت زندگی اهالی جمهوری در دوام 5 سال آینده، یعنی در دایره سالهای رشد صنعت توسط تاسیس کارخانه های نفت، برقرار سازی اقتدارهای موجوده، افزایش دادن حجم استخراج کندنی های فایدهناک و کارکرد معدن به فعالیت آغاز کردن باز یکشان کارخانه بزرگ ساحه معدن و به کارکرد نهایی اشیای خام با تاسیس
تأسیس هزارها جای نو کاری امکان‌پذیر میباشد. پیشوای ملت در پیام خویش تاکید نمودند که در 5 سال مینبعدا برای تامین کردن رشد صنعت سبک در با تأسیس 5 مجموعه کارکرد نهایی نخ پخته با جلب بیش از 11 میلیارد سومانی چاره‌های عملی اندیشند. جهت رشد صحه پیله‌پروری و شاهی و اطلس و ادرس بافی که برای تأسیس هزارها جای نو کاری بخصوص برای زنان و بانوان امکانیت میدهد، ساختار مقامات دخلدار و ضرور است که استفاده ثمرانوک امکانیت‌های موجود را تامین نماید. در چند دساله آخر تکنولوژی موثر در کشور به طور بی‌سابقه رشد کرده، امروز خانواده دچار آمده مشکل است که در آن تلفن موبایلی وجود نداشته باشد. این از بلند شدن سطح زندگی اهالی کشور در زمان صاحب استقلالی گواهی می‌دهد. اگر شماره مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277,000 نفر را تشکیل کرده باشد، پس در سال 2021 شماره تنها مشتریان علاقه تلفنی موبایلی به بیش از 8 میلیون نفر رسیده است. اول استفاده برندگان شبکه اینترنت در کشور زیاده از 14.2 میلیون نفر را تشکیل میدند. این و دیگر دستاوردها بورسای تلاش دست جمعانه شهروندان جمهوری به دست آورده شد. از این رو پیشوای ملت در پیام نوبتی خود نیز تاکید نمودند که از اراده قوی، اعتماد به فرد و نیک، زحمت صافدلانه به نفع وطن و دولت میتواند ما را به هدفهای عالیمان رساند. در مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ واخوری سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با آموزگاران و طالب علمان برگزار گردید. در آن از خصوص پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و پیشگیری جنایت و جنایتکاری سخن رفت. گزارش همکارانمان در خصوص. وخوری را دیرکتور مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ شادیگل قانونزاده افتتاح نموده قید کرد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی نسل نورس را بخواندن و از خود نمودن علمهای زمانوی دعوت نمود. معاون سردار شعبه کار با نوبلغان ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت پدپلکوونیک میسره عزیزبکوه از خصوص قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند برآمد نموده گفت که طبق این قانون والدان در تربیت فرزند مسئولند، زیرا تعلیم و تربیت از خانه آغاز می‌یابد. ذکر نمود که سال 2021 در ولایت نو جنایت با اشتراک 18 نابالغ به قید گرفته شد. خوشبختانه از طرف خوانندگان مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ یگان جنایت صادر نگردیده است. صدر شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان پدپلکوونیک عبدالمحمدزاده مش گفت که نسل نورس باید به جنایت و جنایت دست نزنند. آنها باید در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و افتخار ملی تربیت یافته بهره پیشبرد آینده ملت سهمگذار باشند. در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد فراوانی محصولات آذوقه‌واری در اساس دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مراتبه دویم است که یارمارکه فروش محصولات آذوقه‌واری برگزار می‌گردد. اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه مرغاب 15 تن آرد، 12 تن شکر و دیگر محصولات آذوقه‌واری را نسبت نرخ بازار ارزان به سودا برآورد. ساکنان سربلند ناحیه مرغاب برای تامین اهالی با محصولات آذوقه‌واری در فصل زمستان به حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری بی‌پایان خویش را بیان نمودند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکاران ما. اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون ساختار استحصالی صنعتی و خدمت رسانی مملکت در تامین امنیت آذوقه‌واری موقع نظر است داشته، با دستور و سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب اگنتی در ناحیه مرغاب یارمارکه فروش محصولات آذوقه‌واری بروح گذاشته شد. در ناحیه مرغاب ضمن یارمارکه 15 تن آرد، 12 تن شکر، 2.5 تن روغن رستنی، 1 تن برنج، 500 کیلوگرم مرجومک، 1 تن ماکارون، 3 تن سبوس و دیگر محصولات به سودا برآورده شد. باید گفت که گرچند ناحیه مرغاب یکی از گوشه‌های دوردسترین ولایت به حساب رود، هم این منطقه بلندکوه زیر توجه بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. این است که جهت فراوانی محصولات آذوقه‌واری در ناحیه مرحله دوم است که یارمارکه فروش محصولات آذوقه‌واری به راه گذاشته می‌شود. در یارمارکه محصولات آذوقه‌واری از جمله آرد نو یکم محلی با نرخ 240 سومانی، آرد نو دوم با نرخ
162 سومانی، روغن رستنی 105 سومانی، برنج و نخودپوره، شکر و مکرون، مرجومک و سبوس با نرخ نسبت بازار ارزان به سودا برآورده شد. مراتبه دوم است که در از طرف اگنتی ذخیره نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز نوهای مرغوب یارمکی محصولات نیاز مردم گذارنده می شود. چون امساله از طرف اگنتی ذخیره نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای زمستان گذارانی برای جماعت های دوردست نویه مثلا جماعت قرکول و قزرابات راکرا پرداخت می کنند و با نرخ مرکز نویه بسادا برآورده می شود. هر یک خریدار با اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت در فصل زمستان تامین نمودن اهالی ناحیه با مواد نیاز اول عرض سپاس نموده از فراوانی محصولات در بازار و مغازه های اگنتی اظهار خوشنودی نمودند. مرتبه دویم است که در نوعه ملغا با دستگیری تشوی معظم ملت مطرد امامال رمان یار مرکز صرف اگنتی ذخیره مادی نویا محصولات خوراکا با نرخ ارزان فروخته می شود. ما منتداری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانیم که همیشه ما را دستگیری می کند. رئیسان جماعت های دهات ناحیه مرغاب نیز جهت تامین سری وقتی اهالی ناحیه با محصولات ازوقواری و دیگر نیاز مردم به حکومت مملکت اظهار مینداری نموده قید نمودند که در پیشرفت و ترقیات جمهوری تاجیکستان و شهر و ناحیه های ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از خود حصه ارزنده خواهند گذاشت. ما مینداری خود را به اساس سلطه وقتت ملی پیشوای معظم ملت محترم رحمان اظهار مینماییم که برای ناحیه مرغاب محصولات با نرخ ارزان دسترس دویم بار یارمارکه گذارنده شده ایستاد است. ما مینداری خود را به اساس گذار سلوک وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دویم است که در ناحیه مرغاب یارمارکه برگزار میگردد. محصولاتها باشد برای میزاجیان با نرخ ارزان دسترس میگردد. چنین اقدام نیک برگزاری یارمارکه محصولات ازوقواری که به فراوانی دسترخوان هر یک ساکن ولایت نگرانیده شده است در دیگر ناحیه های ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ادامه دارد. مطابق اطلاعی ریاست کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدانی ولایت در پی برفباری های روزهای 17 و 18 ینوری سال روان بلندی برف در ناحیه شانون از 10 تا 12 سانتی متر را در یک شبانه روز تشکیل داده در دیگر ناحیه های ولایت بارشات برف نسبتا کم به قید گرفته شده است. همچنین گفته شد که تا ساعت 18 روز 18 ینور راه ماشینگرد از مرکز ولایت در همه سمت ها باز بوده است. گرچنده که ماه دکبر به بارش آمده باشد، اما نیمه اول ماه انور باشد، بارشاتی با شدت برف در همه ناحیه ها صورت گرفته، دوام دو روز آخر غفصی برف تنها در ناحیه های شغنان و روشان نسبت دیگر ناحیه های ولایت و شهر خاروخ از 10 تا 12 سانتی متر را تشکیل داده است. شهرت شاه اسماعیل سردار شعبه حفظ اهالی و حدودی ریاست کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرژدانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در صحبت اختصاصی با خبرنگار تلویزیون بدخشان گفت ریاست کمیته حالت های فوق العاده ولایت از ساکنان ولایت دعوت نمود که در روزهای بارشات برف از رفت و آمد بی ضرورت به منطقه های خطرزا خودداری ورزند. طبق معلومات های اگنتی آب و شناسی کمیته حفظ محیط زیست سانه از 15 تا 20 ینوار سال روان در قلمرو جمهوری هوای نااستوار در نظر داشته شده روزهای از 18 19 20 در بعضی ناحیه های علایده جمهوری بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان بارشات با شدت برف در نظر داشته شده است. طبق معلومات های سرداران شعبه و بخش های ریاست کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرژدانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان شبانه روز گذشته بر اثر بارشات برف یعنی غفصی برف در نواحی درواز 4-5 سانتی متر، نواحی ون 6-7 سانتی متر، نواحی روشان از 8 تا 10 سانتی متر، نواحی شغنان از 10 تا 12 سانتی متر و نواحی شکاشم یعنی در جماعت اسکر زمیروف تا 7 سانتی متر و نواحی روشقلا در مرکز نواحی تا 2 سانتی متر و جماعت های پایان نواحی روشقلا غفصی برف تا 7-8 سانتی متر یعنی به قید گرفته شده است. طبق معلومات نوبتدار مرکز اداره کنی حالت های بورانی ریاست کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرژدانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان وضعیت معتدل بوده، حرکت نقلیات همه سمت های ولایت پورا تامین می باشد.
مطابق معلومات اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بارشات برف روزهای منبعدان صورت گرفته، احتمالیت ترمافرایی و بند گردیدن راههای ماشینگرد قلمرو ولایت را در پی خواهد داشت. بنابر این، شعبه حفظ اهالی و حدودی ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت از رئیسان جماعت‌های شهرک و دیاد دعوت نمود که کارهای فهماندهی را با ساکنانی که زیر خف ترمافرایی قرار دارند برامانند. با مقصد یعنی سر وقت پیشگیری نمودن هر گونه آفات طبیعی و رو ندادن به تلفات جان انسان، ریاست کمیته حالت فوق العاده و مدافع گردانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان به همه ساکنان ولایت مراجعه می نماید. گشت و گذار به ضرورت توسط یعنی موضع های آسیب پذیر محدود کرده شود. از همه ای رانندگان نقلیات مسافربر و بارکش یعنی احترامانه خواهش کرده می شد که یعنی در منطقه های آسیب پذیر یعنی مسافه بین نقلیات یعنی نگاه داشته شود. از رئیسان جماعت های دیهات و شهرک احترامانه خواهش کرده می شد که در این روزا بین مردم کارهای فهماندهی را برامانده، در صورت رخ دادن آلت فوق‌العاده از همه ساکنان ولایت دعوت به عمل آورده می شد که یعنی با تلفن های باوری 2457 227744 و 9380 2877 با ریاست کمیته آلت های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در ولایت مختار کوهستان زنگ زنند. با تاکید شورت شاه اسماعیلوف با جهت در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن شاهروی ارتباطی و سری وقت تازه نمودن راههای قلمرو ولایت از عاقبت های ترمافرایی احتمالی، تکنیکای راهسازی مؤسسه های رانگهداری در حالت آماده باش قرار دارند. همچنین گروه های پاسخگویی به حالت های فوق العاده از حساب خدمات آقاخان عاید به مکان زیست در نواحی های دوردست زیر خف آفات طبیعی قرار داشته تاسیس داده شده، نوداری شبانه روزی برامانده شده است. با فرار رسیدن فصل سرما با علت استفاده نادرست از بخاری های زغال سنگی و برقی، حادثه های سر زدن ساختار بیشتر به قید گرفته می شوند. از این روی کارمندان شعبه خدمات دولتی آتش نشانی ولایت برای پیشگیری از چنین حادثه های ناخوش کوشش می کنند که با صاحبان منزل های استقامتی و انشاءات دولتی و جمعیتی طرز و اصول های بی خطری از ساختار را بیشتر شرح و توضیح دهند. بیمارخانه و مؤسسه های تعلیمی به انشاءات آسیب‌پذیر در برابر ساختار به حساب می روند، از این روی همیشه زیر نظر کارمندان خدمات آتش نشانی قرار دارند. حادثه های احتمالی ساختار در فصل سرما بیشتر رخ می دهد، زیرا در این فصل سال برای گرم کردن اتاق و حجره ها از بخاری های برقی و در دیهات باشد از بخاری های زغال سنگی استفاده می برند. اکثریت ساختارها بر اثر استفاده بخاری های خودساخت که باعث رسیش نقل های برقی می گردد سر می زند. بنابر این کارمندان خدمات آتش نشانی در استانه فصل سرما در مؤسسه های تبابتی و تعلیمی سنجش گذرانیده، کمبودی ها را آشکار و برهبران این مؤسسه ها دستور می دهند که همه نقص های آشکار شده را اصلاح نمایند، زیرا علاج واقعه پیش از وقوع باید جست. در تمام اداره و مؤسسه ها برای پیشگیری از حادثه های ساختار گوشه مخصوص ضد ساختار وجود دارد. چنین سپرهای ضد ساختار به کارمندان امکانیت می دهد که تا رسیدن گروه آتش نشانان از پنشوی علنگه آتش جلوگیری نمایند. طرز استفاده درست و عاقلانه دستگاه های خرد آتش نشانی یکی از دیگر مقصدهای برگزار کردن چنین ملاقات صحبت ها می باشد. این دستگاه ها خرد آتش نشانی مهلت معین استفاده بری دارند و هر سری چند وقت باید سنجیده شوند. در صورت کار ناشایان شدنشان در زودترین فرصت باید عوض کرده شوند. کارمندان شعبه خدمات آتش نشانی ولایت از طبیبان دعوت نمودند که با قاعده های بی خطری از ساختار اهمیت جدی دهند و به بیماران نیز توصیه دهند که هنگام استفاده بخاری های برقی از احتیاط کار بگیرند. با مقصد بلند برداشتن ملکه تخصصی، استفاده از اصول های نو اینواتسیونی، از خود نمودن برنامه های نو اطلاعاتی در دانشگاه دولتی خاروغ به نام مویانشاه نظرشایف، سمینار آموزش ده روزه برای استادان این بارگاه معرفت راه اندازی گردید. همکاران ما موضوع را ادامه می دهند. در پیامی نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید داشت که در دوران صاحب استقلالی ما بنیاد معارف ملی و وارد گردیدن به فضای تحصیلات بین المللی را هدف مهمترین و سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار دادیم. با وجود آن که روند تحصیل در مؤسسه های تعلیمی به نظام معین در آمده است، ضرور است که برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، آموختن زبان دولتی، تاریخ و فرهنگ باستانی خلق تاجیک، بالا بردن ذوق و رغبت
خوانندگان به آموزش فنهای ریاضی دقیق طبیعی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و سخت کردن زبان‌های خارجی، مخصوصاً زبان‌های روسی و انگلیسی توجه اولین درجه ظاهر کرده شود. در پیام پرزیدنت مملکت دقت اساسی به این علموی دقیق داده شده است که ما آموزگاران دانشگاه از اون جمله فکولتیت ماتماتیکا کوشش به خرج داده استودیم که هر سال باید به تکنولوژی تلکامونیکاسیا و علموی دقیق بیشتر دقت خود را ظهور نماییم. با تشبث ریکتور دانشگاه هر سال قریب که اسپرانتون و ماگیسترانتون تیار کرده میشند و سام خود رو در فکولتیت میگذارند. ما اوید با تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی این حال در دانشگاه ملی تویستون یعنی در آموزگاران خود رو سفر برنامه استیم که اونو کورسوی کوتاه مدت را سود کرده برای انا اومده برای آموزگاران و دانشجویان در اینجا اون کورسوی رو از سر نو تدریس نمونند و گذرانند. همچنین در پیام پرزیدنت مملکت ضرور شمارید که با مسئله های بلندبرداشتن سطح دانش و کسبیت آموزگاران در همه زینه های تحصیلات، بخصوص آموزگاران مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تکمیل اختصاص و بازآموزی و تربیت آموزگاران جوان بلند اختصاص و به طلبات زمانه جوابگوی در همه زینه های تحصیلات اعتبار اولین درجه دهند. با این مقصد برای آموزگاران و کارمندان دانشگاه دولتی خوروخ به نام مهشا نظرشایف کورسی تکنولوژی انفورماسیونی پیاده گردید که شنوندگان میتوانند در آن از اصولهای نوی تکنولوژی اطلاعاتی برخوردار گردند. برای عملی نمودن نقشه چهاربینی‌های دانشگاه وابسته به 20 ساله آموزش فنهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، امروز در دانشگاه دولتی خوروخ به نام مهشا نظرشایف کورس آموزش تکنولوژی انفورماسیونی برای کارمندان و آموزگاران برآمده می شود. زیرا که امروز پیشرفت جامعه به تکنیک و تکنولوژی موثر غیر امکان است. مقصد آموزش کورس این اساسا تشکل دادن مهارت کسبی آموزگاران و کارمندان و مهارت فرهنگی تکنیکی آنها می باشد. وابسته به طلبات روز و رشد تکنولوژی های اطلاعاتی موثر، لایحه کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی را تهیه کرده به بررسی حکومت مملکت پیشنهاد نمود. در سمیناری ده روزه نیز وابسته به سخود نمودن دانش های اطلاعاتی کامونیکاسیونی و دیگر اصول های نوی زمان موثر درس داده شده، استادان دانشگاه دولتی خوروخ به نام مهشا نظرشایف می توانند از چنین متد های زمان موثر واقف گردند. با تشبث ریاست دانشگاه دولتی شهر خوروخ به نام اکادمیک مهشا نظرشایف کورس آموزش برگزار گردیده است که تمغه چنخو رقم قید دولتی 4346 AA04 بعد استعمال مشروبات سپیرتی در سر چنبرک افتماشین نشسته هنگام حرکت از سمت ناحیه شغنان دهه نوآباد از سمت ناحیه شغنان به شهر خوروخ از جانب کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی در ناحیه شغنان در حالت مستی بازداشت گردید. سنه 15 ژانویه در طرف نوآباد تو بودیم قبل از خوردیم و تو برو آمدیم سمت شهر خوروخ حرکت کردیم. در راه کارمندان ملیسا موشن ما نکردند. ما نکردم در ولایت مستی بودم. من که اول ختم کردم دیگری که تکرار نمیشد. من از کور رو پشتنم. تشخیص تیبی نارکولوژی معاین کرد که راننده قاسمبکوف افزون مهیموویچ در سر چنبرک افتماشینه در حالت سرخوشی قرار داشت. نسبت بازداشت شده از جانب کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، مطابق قرار سودی ناحیه شغنان با او به مهلت 15 شبانه روز حبس ماموری تطبیق گردیده 5 سال از حقوق اداره کردن واسطه نقلات محروم گردید. سودی قرار کرد قاسمبکوف افزون مهیموویچ با ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جنایتکار گناهکار دانسته شود. با قاسمبکوف افزون مهیموویچ با این ماده جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 15 شبانه روز با محروم کردن از اطاعت دوران نمودن واسطه نقلیات به مهلت 5 سال تعیین کرده شود. واقعا هم استعمال شراب و در حالت مستی اداره نمودن افتماشینه هر لحظه میتواند به حادثه های نقش راه نقلیات آورده رساند. در برابر این استعمال برزیاد نوشاکه اسپریتی به سلامت انسان ضرر داشته، حالت روحی و روانی انسان را کاسته میسازد. شام شراب برای هرک انسان خیلی ضرور می باشد، زیرا وقتی که راننده در سر چنبرک عرق می خورد و اول لازم می تواند برای خود و دیگران شرابندون
خطر روی ایجاد نماید و صدمه نقلی را به وجود آورد. برای همین از همه رانندگان خواهش می نمایم که در حالت مستی سری چنبره گرفته ماشین نشینند، جان خود و دیگر مسافران و پیادگان را زیر خطر نگذارند. یک زمره جوانان شهر خورو را نشان داده شدند که از سبب استعمال عرق ایتلی با جنایت ها دست زده شدند. من از کل جوانان شهر خورو احترامانه خواهش می نمودم که از استعمال عرق و مواد نشه‌آور دست کشند. من جوانان شهر خورو را جوانان سالم دیدنی می خواهم. از رانندگان احترامانه خواهش می کنم در سر چنبرک ماشین ها در حالت مستی نشینند. در حالت مستی میتونه با صدمه دچار شدن و هر لحظه با سلامتی شهروندان ضرر رساندن میتونه. چون که کیهو اثبات شده است که استعمال نوشابه‌های اسپرتی نه تنها با استعمال کنندگان آن ضرر و خطر جدی دارد، بلکه باعث سر زدن مناقشه و ویرانشوی اوله‌ها گریده، اینچنین برای صادر گردیدن جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین و صدمه‌های روح و نقلیات نیز سبب می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن موقع بانوان و زنان تاجیک در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی سندهای معیاری حقوقی را به توصیب رسانیده است که در بلند برداشتن مقام زن در جامعه و فعال گردانی نقش زنان نگرانیده شده است. در دوره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس گرانت‌های پرزیدنتی اوید به فعالیت صاحبکاری زنان در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان است تدبیرهای مشخص اندیشیده شده از سال 2006 سر کرده. از جانب کمیته کار با زنان و اولیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد فعالیت صاحبکاری با بانوان ولایت گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داده شده است. تاکید شد که دوام 14 سال اخیر 107 نفر صاحبکار از شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب گرانت پرزیدنتی گردیدند که به نمادهای گوناگون خدمت رسانی مشغول میباشند. از روی اطلاع مسئولین ساحه در ولایت، گرچند در سال 2006 از ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 نفر گیرنده گرانت پرزیدنتی به مشاهده رسیده باشد، هم در سال 2021 این رقم به 13 نفر برابر میباشد. قید گردید که اگر سال 2008 مبلغ گرانت پرزیدنتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 100 هزار سومان را تشکیل داده باشد، در سال 2021 این مبلغ به 300 هزار سومانی برابر گردید. در 3 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن مادر در جمهوری تاجیکستان یک قطار سندهای معیاری حقوقی روی کار آمدند. از سال 2006 سر کرده از طرف کمیته کاربازانان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با برای پیش بردن سطح صفت و اقتصادیات خانوادگی هر یک بانوی تاجیک و بخصوص با ولایت مختار کوهستان بدخشان گرانت های پرزیدنتی جدا گردیده استودند و قابل قید است که توجه روبریت اولی مملکت پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان اساسا توجه خود را زیادتر به منطقه های کوهی روانه می کند و خوشبختانه امروز ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان 107 نفر بانوان صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده هستند و زندگی خود را با همین گرانت ها با صاحبکاری خرد میانه پیش برده استادند. اگر ما مقایسه کنیم در سال 2006 همگی 5 نفر بانوان در ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب گرانت پرزیدنتی گشتند که این با 50,000 سومانی راست می آمد و یک نفر یا که زیاده از یک نفر هم حتی نتوانستن به کار جد نمودند. حاضرش باشد در 2021 اگر گیرم خوشبختانه 13 نفر بانوان ولایت مختار کوهستان بدخشان با گرانت پرزیدنتی دسترسی یافتند و خوشبختانه صاحب 300,000 سومانی گردیدن و کارخانه های خرد و بزرگ را تشکیل داده. در این کارخانه ها مادران بیکار بیشوق میتوانند یعنی کار کرده معاش هر ماه خود را یعنی از 500 تا 1000 سومانی دسترس کردند. 107 نفر گیرندگان گرانت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان با گرفتن مبلغ معین امروز ها با تاسیس کارخانه خرد و بزرگ مراق ظاهر کرده در تامین اهالی ولایت با جای کار دائمی موقتی و موسمی نقش مؤثر دارند. نقش بانوان صاحب کار حالا در کشادن کارگاه دوزندگی
سازندگی مهمانخانه های زمانوی ترقی دادن ساحه کشاورزی استحصال محصولات شیری زنبور اصل پروری باغداری کارتوشکا کارکرد محصولات کشاورزی و میوه سبزیجات بنیاد کارگاه های استحصالی قنادی آموزش کسب و هنر و احیای هنرهای مردمی تیار نمودن محصولات پشمی سیخهای خرد بافندگی و دوزندگی و مانند اینها بلند بوده محصولات آماده نموده آنها در بازار جهانی طلبگاران خود را پیدا کرده است. در جماعت دیهات پرشنو ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد جلب زنان خانشین به کار و عملی نمودن دستور هدایت های رهبری عالی مملکت عاید برنامه های گرانت پرزیدنتی کارگاه خرد شربت براری به فعالیت آغاز نمود که امکانات های وسیع دارد. در اساس برنامه گرانتی در کارگاه کارکرد میوه و سبزیجات براه مونده شده در مرحله اول 6 نفر زنان بیکار به شغل فرا گرفته شدند. عرض سپاسم را به سازوسازور سول وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانوف میرسانم که به ما زنان خانه‌نشین چنین امتیاز را داده با گرانت پرزیدنتی صاحب کار و رزق روزی خود گشتیم. من سال 2020 صاحب گرانت پرزیدنتی گشته سیخ جمعیت داروی مسئولیتش معدود خیرآور رو از میوه و مربو و شربت تیار نمودم. سالی که بیماری کووید 19 جهان رو فرو گرفت من 700 شیشه مربو رو مربای اولو و زردالو رو تیار نمودم و به مردم مرغوب اون رو که خیلی ضرور داشتن صادرات نمودم. این زمان در برابر من 6 نفر زنون خانه‌نشین کار فعالیت می نمویند. در آینده نیت داریم که تجهیزاتی که از دولت چین به ما دسترس می شود صف زنون بیکار در دیها کم خواهد شد. در خود شهر خوروغ تعداد گیرندگان گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال به سال زیاد گریده. از سال 2007 تا این جانب 27 نفر به عنوان صاحب گرانت پرزیدنتی شدند. با مقصد دستگیری صاحب کار زنان جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان گرانت های پرزیدنتی برای زنان صاحب کار پیشنهاد گردیدند و در اساس این گرانت ها در دوام از سال 2007 تا سال 2021 در شهر خوروغ 27 نفر صاحب کار زنان با گرانت های پرزیدنتی تامین گردیدند که این زنان لایحه های خود را در دایره مبلغ های از 20,000 سر کرده تا 40,000 پیشنهاد کردند. در دوام از سال 2007 تا سال 2021 27 نفر صاحب کار زنان با گرانت پرزیدنتی تامین کرده شدند که در مجموع 660,000 سومانی را تشکیل می دهد. از روی اطلاع مسئولین ساحه در ولایت طبق نقشه در آینده نزدیک نیز تعداد گیرندگان گرانت پرزیدنتی برای رونق بخشیدن صاحبکاری خرد و میانه باز هم زیاد خواهد شد. با دستور سپاریش از سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب اگنتی دولتی ذخیره های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت در بازار مرکزی شهر خوروغ یارمارکای فروش مواد غذا از قبیل ارد نوی 1 و 2 روغن رستنی شکر ماکارون یارمای جو نخود پوره با نرخ های دسترس از نرخ بازار ارزان به فروش گذاشته شد. طبق اطلاع نماینده اگنتی منیژه یوروکاشوا در یارمارکای امروزه بیش از 5 تن ارد نوی 1 با نرخ 240 سومانی، بیش از 4 تن نوید 2 با نرخ 180 سومانی، 4 تن سبوز با نرخ 46 سومانی، 500 کیلوگرمی شکر با نرخ 9 سومانی، روغن رستنی 205 لیتر با نرخ 105 سومانی، برنج 300 کیلو با نرخ 12 سومانی احمروزه به فروش ساکنان و طلبگاران شهر گردانیده می شود. نرخ مواد خوراکی از نرخ بازار نسبتاً پست بوده، خریداران توانستن مقدار معینی آن را ذخیره نمایند. هر یک خریدار با گندی ذخیره های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و حکومت جمهوری تاجیکستان جهتی سری وقت تامین نمودن اهالی شهر و ناحیه های ولایت با مواد نیازی اول ارزی سپاس نموده، از فراوانی محصولات در بازار و مغازه های اگنتی اظهار خوشنودی نمودند. با تشبث اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در بازار شهر خوروغ برنج، روغن، شکر، قند ارزان کرده شده است. ما ساکنان شهر خوروغ از چنین یارمارکه با نرخ ارزان دسترس نموده ایزار تشکر بیان میکنم. برگزاری یارمارکه محصولات آذوقه‌واری که بهر فراوانی دسترخوان هر یک ساکنان ولایت تشکیل کرده می شود، جهت ذخیره نمودن مواد غذایی در تمام فصلهای سال مساعدت خوب دارد.
در واخوری آموزگاران و کارمندان مؤسسه تحصیلات لیسه آقاخان شهر خورو اشتراک نموده، دایرکتور مؤسسه حاضرین را با مساله های اساسی واخوری آشنا نمود. سردار شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی های نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان رستم شاه مردان وابسته به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند سخن نموده، ذکر داشت که توجه حکومت کشور به خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ساحه معارف به اندازه بوده، در پیام نوبتی خود پیشوای ملت از دستاوردهای سمت ذکر شده در 30 سال صاحب استقلالی نقطه های مهم را ذکر داشت. به خاطر بهبودی ساحه معارف و جلوگیری نورسان و جوانان از هر گونه کردارهای ناشایم، قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول شده، در این راستا کارهای فهماندهی گذرانیده شدند. ذکر داشت که طبق قانون در برابر آموزگاران امروز والدین نیز در تربیت فرزندان مسئولیت بلند دارند. قید گردید که پیشگیری قانون ویرانکنی ها از جانب نورسان و جوانان وظیفه اولین درجه آموزگاران و والدین به حساب رفته، در صورت دست زدن نابالغان به هر گونه جنایت ها والدین نیز جوابگار دانسته می شوند. گفته شد که سال 2021 در حدود ولایت 9 جنایت از جانب نابالغان صادر گردیده است. تاکید نمود که لیسه آقاخان مؤسسه تعلیمی زمانوی بوده، آموزگاران و استادان در برابر دقت دادن به تعلیم طالب علمان همچنین مسئله تربیتی را نیز باز هم وسعت بخشند. باعث ذکر است که سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است، 3 نفر آموزگاران و خواننده لیسه آقاخان سزاوار جایهای نمایان گردیده، شان و شرف مؤسسه را باز هم بلند برداشتند. آموزگاران کوشش دارند در آینده خوانندگان را در روحیه سالم با دانش وسیع و نمونوی تعلیم و تربیت نمایند. توجه نمایید به مضمون چند اعلان. با توجه به شندگان ناحیه روشقلا رسانیده می شود که روز 19 ینوار در مرکز ناحیه از جانب اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یارمارک فروش مواد غذایی با نرخ نسبتاً ارزان تشکیل کرده می شود. آغاز یارمارک ساعت 9. ساکن ناحیه شغنو شکرمو روزی و سنه 18 ینوار همیان خود رو که در داخل شناسنامه کارت پلاستیکی و مقدار معین مبلغ وجود داشت، در داخل نقلیات مسافرکشانی رقم 1 گم کرده است. از شخصانی که این همیان را پیدا نمودن خواهش کرده می شود که بر رقم 93-438-06-40 سنگ زنند. معلومات در باره آب و هوا. مطابق پیشگویی های آب و هواشناسان، سنه 19 ینوار در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای قسمان ابرناک، در ناحیه های علاهیده برف با شدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه از 0 تا 5 درجه خنک، روزانه از 3 تا 2 درجه خنک می شود. هوا در شرق ولایت شبانه از 16 تا 21 درجه خنک، روزانه از 7 تا 12 درجه خنک می شود. در شهر خورو هوای قسمان ابرناک در بعضی حالات بارشات سست برف به عمل می آید. حرارت هوا شبانه از 5 تا 7 درجه خنک، روزانه باشد از 1 تا 3 درجه خنک خواهد شد. بینندگان عزیز، چنین بودن آن خبر و گزارش هایی که تا این دم و ساعت دسترسی ما گردیده. منظور شما نمودیم، سربلند و خوانا بود باشید.